stand here. We can land here. سلام رفقا، پانیشر هستم. یه روز دیگه با یه گیم پلی دیگه. خب خیلی اصرار کردین یه گیم پلی با یوتیوبر بذار، گیم پلی با یوتیوبر بذار. و ما هم رفتیم ما نارکو بازی میکردیم دیگه. از این به بعدم احتمالا هر روز براتون گیم پلی با نارکو بذارم. رفقا میخوام آموزش هماهنگی بازی رو بهتون یاد بدم، چطوری توی اسکوادی که هستیم هماهنگ باشیم و با استراتژی و با هوش بازی کنیم. و یکی از نکاتی که هست رفقا، نارکو خیلی معروف کرده، اون استراتژی بازی کردنش، اون فکر بازی که داره. خب یکی از نکاتی که حالا اینجا پانیشرم میزنه و خودشم میخنده، نگاه کنین، اگه دقت کنین پینگ من خیلی بالاست، پینگ من خیلی بالاست توی این بازی. و با اینکه پینگم 80 نشون میده، 70 نشون میده، ولی پینگ من خیلی بالاست. یعنی مثلا حالت گام برداشتن اینا، حالا تو لایو قبلیش نتونستیم وین بگیریم، ولی خب تو این لایو 6 تا بازی 5 تاشو ام وی پی شدم، بالای 10 تا کیلم زدم، اومدیم پرچمداری ایرانو بکنیم. بعد خب اینجا هم نگاه کنین، از استراتژیایی که بهتون میگم، یکی این که مثلا نارنجک انداختن و یا مثلا استراتژی های نارکوه که همیشه نباید روش سگی بدین و برین توی اسکواداتون. خب یکی از نکات خیلی مهم بازی اینه که از همه آیتم هایی که دارین استفاده کنین، و یکی از جایی که همیشه نارکو لند میکنه فارم اول و پایین فارم هم میره تا اونجایی که من دقت کردم. اینجا میریم بوچه رو میزنیم، چون ما کل نصف بازی حدودا تو فارم بودیم، داشتیم فایت میدادیم، اسکواده دیگه ایردراپ رو زدن، ما هیچی لوت نداریم، به همین دلیل. خب من این دیدم وایساد، اومدم یکم بترسونمش به زون رفت. خب ما بوچه رو میزنیم به خاطر اینکه بقیه دراپ رو زدن، الان ما لوت نداریم. فارم درسته لوتش حتی بعضی مواقع که طلایی هم هست، لوت جالبی نداره. خب از فارم میریم، فقط نکاتی که داره رو بهتون میگم، جایی که خیلی هماهنگی و خیلی نکات خیلی. نگاه کنین الان اینجا رو اگه دقت کنین، اسنوبوردم به عقب برمیگرده، چند ثانیه میاد عقب، انگار نمیتونم حرکت کنم. خب رفقا اینجا همون جاییه که نارکو از اسنپ زدن من تعریف میکنه، با اینکه حالا کیلشم میدوزم، ولی خب توی استریم از اسنایپ زدن من تعریف میکنم، میگه اسنایپ پانیشه such a sniper. خیلی جالبه، نگه کنید این الان کیلمون بود. من تو هوا زدمش. خلاصه اینجا رو نگه کنید، یه دیفندر میزنیم، کاور میگیریم و نابودش میکنیم. اینم زدم. اینجا داره میگه، میگه که داره همه کارا رو واسه من آسون میکنه. نارکو اینو میگه تو استریمش. آره دیگه داداش، اون بار اومدیم همش باختیم، که این بار وقت تلافیه. رفقا اینم دو به اسکواد، اگه دقت کنین یه یارمون مرده، اون دوتا اصلا رفتن یه جای دیگه رند کردن. خب ما یه فارم رند کردیم، اونا نیومدن فارم، هر دوتاشون هم مردن، ما هم دیگه نرفتیم. یعنی نمیشد اصلا، نه اسنوبورد داشتیم نه لوت داشتیم، اگه ما هم میرفتیم اونجا ما هم میرفتیم. خب ما هم دیگه اونجا چیز نکردیم، دیگه نرفتیم دنبال تگشون. این هم شد گیم پلی دو به اسکواد. حالا جلوترم من به خاطر پینگ میمیرم، اصلا نمیدونم چطوری میزنه، نه جلوترم بابت پینگم میمیرم، ولی ریوایو میکنه. و اونجا هم نارکو یه سری کارهای انجام میده که واقعا آموزشی و واقعا دیدن داره، چطوری تکی بازی رو جمع میکنه و منو ریوایو میکنه و دوباره لوت جمع میکنیم و دوباره بازی رو ادامه میدیم و بازی رو وین میکنیم. خب نگاه کنین بچه ها، اینجا نگاه، اسنوبورد من داره برمیگرده، پینگ من در این حد خراب. خب من اینجا هم یه اشتباهی که کردم، خب این بود که وسط ناکجا آباد توی یه زمین مسطح که دور تا دورم انمیه وایسادم دارم فایت میکنم.
خب الان پشت سرم طرف اونی که از موتور بود پیاده شد، الان اسموت میزنه، صدم ثانیه منو میکشه. خب این اشتباه هم من بود و الان بریم ببینیم نارکو چیکار میکنه. واقعا قشنگ بازی میکنه رفقا. ما هم که دیگه بریم اسپکت. من اینجا یکم اصلا خود شده بود چون خیلی پینگم بالا بود. اگه دقت کنی یه دوتا موومنت زد که تیراش خالی شه، بعد خودش زد ترکوندش. الان هم اینجا قشنگ میاد هیلاب میکنه، آرمور پلیت میزنه، موقعیت ها رو داره نگاه میکنه، میارو زیاد درگیر نمیشه چون تک دیگه، تک به اسکواده. الان نگاه وستش رو قشنگ پر میکنه و استراتژی هایی که داره الان ببینیم چی کار میکنه. واقعا ذهن بازی خیلی خوبی داره، واقعا استراتژی هاشو خیلی دوست داره. از وقتی خودم هم دارم باش بازی میکنم دیگه سعی میکنم دیگه راشه الکی ندم. الان دیدین یه نفر رو دید تو اون خونه روبرویی. ببینین مغز بازیشو نگاه کنین چقدر باهوشه این. مجبور نبود باش فایت بده، حالا نمیمیره ولی همون کاری که کرد خودش کلی استراتژیه. خب این دیده بود که 2 دقیقه از ریوایو من، زمان ریوایو من مونده، پس چی الکی عجله نکرد که بیاد منو سری ریوایو کنه. قشنگ وایساد تا زمانی که بشه، تا زمانی که اونجا یکم خلوتتر بشه و وقت زیاد بود، عجله نکرد که سری بیاد اونجا یا بخواد درگیر بشه الکی. خب رفقا الان من ریوایو میشم. خب دو تا راحت دارم، نگاه کنین، یا اینکه برم پیش نارکو که من اونجا دیدم 2 تا انمی اونجا بودن که نارکو خودش رفت. نگاه کنین نارکو خودش رفت، الان داره هیلاپ میکنه. من اومدم توی خونه های لوت پیدا کنم یا حداقل یه اسنوبورد پیدا کنم، یه گان بردارم، بعد برم دوباره فایت بدم یا یه ایردراپ بزنم. خب یه لوت ریز باید بکنم چون الان موقعیت بدیه، منم لوت ندارم، نارکو هم نمیتونه تکی این بازی رو جمع کنه اگه من نباشم. خب یه کیچه لفت، یه وست، یک خدا بده برکت، یه اسنوبورد، تموم. الان میریم واسه ایردراپ. یه نکته داره اینجا که بهتون میگم. خب رفقا دقت کنین، نگاه کنین، الان نارکو اینجا دید من دارم میام واسه ایردراپ، دور زد. نگاه کنین الان چی کار میکنه، یه دونه وست اونجا هست، وست رو مارک میکنه. خب و فقط تنها چیزی که یادش میره اینه که آدر بهم بده، ولی جلوتر خودم مایکم باز میکنم بهش میگم اگه آدر داری آدرم بهم بده. نگاه کنین تیر برام انداخت قشنگ. به این میگن هماهنگی، به این میگن، یعنی طرف بعضی هستن، بعضی اسکواد هستن که حتی 5-6 تا آدر طرف تو باکسش داره، اسکواد خودش چی نداره، ولی من بارها دیدم که مثلا نارکو 100 تا 3 تا آدرم داشته، 2 تاشو دراپ کرده واسه بقیه. این میگن هماهنگی تو بازی. نگاه کنید اینجا من مایکمو باز کردم، گفتم داش آدر داری، برام آدر انداخت. خب الان اینجا 2 نفر زنده میمونن که بازم اینجا یه کاور قشنگ به من میده و این بازی رو با کمک اون وین میکنه. خب رفقا اینجا رو نگاه کنید، من دیفندر زدم، کاور گرفتم، خب این داشت تیر به من میزد اون سمت راستیه. اینجا اگه نارکو اونو شروع نمیکرده تیر زدن به اون طرف، خب اونی که داشت سمت راست به من تیر میزد، خب الان من مرده بودم. خب به این میگن یه کاور، به این میگن تیم ورک. خب که نذاشت منو ساندویچ کنن، از 2 طرف منو بزنن. این هم نگاه کنید چقدر تیر بهش میزنم، این اگه پینگ نباشه بعد چیه؟ چون نمیمیری تو. آخ آخ اینم دمیج کردم زیاد، حیف. خب اینجا میزنیم دنبالش. خب رفقا کم کم داریم به پایان گیم پلی نزدیک میشیم، امیدوارم از گیم پلی لذت برده باشین. چنل ما رو حتما سابسکرایب کنین، لایک و کامنت فراموش نشه. ارادتمند شما، پانیشر.